روان شدن شهزادگان در ممالک پدر بعد از وداع کردن ایشان شاه را و اعادت کردن شاه وقت وداع وصیت را الی آخره عزم ره کردند آن هر سه پسر سوی املاک پدر رسم سفر در طواف شهرها و قلعه هاش از پی تدبیر دیوان و معاش دستبوس شاه کردند و وداع پس بدیشان گفت آن شاه مطاع هر کجاتان دل کشد عازم شوید فی امان الله دست افشان روید غیر آن یک قلعه نامش حشربا تنگ آرد بر کلهداران قبا الله الله زاندز ذات و صور دور باشید و بترسید از خطر روب و پشت برج‌هاش و سقف و پست جمله تمثال و نگار و صورت است همچون حجره زلیخا پر صور تا کند یوسف به ناکامش نظر چون که یوسف سوی او میننگرید خانه را پر نقش خود کردم مکید تا به هر سو که نگرد آن خوش ازار روی او را بیند و بی اختیار بهر دیده روشنان یزدان فرد شش جهت را مظهر آیات کرد تا به هر حیوان و نامی که نگزند از ریاض حسن ربانی چرند بهر این فرمود با آن اسبهو حیث و ولیتم فسم وجهو از قده گر در آتش آبی خورید در درون آب حق را ناظرید آنکه عاشق نیست او در آب در صورت خود بیند ای صاحب بصر صورت عاشق چو فانی شد درو پس سراب اکنون کرا بیند بگو حسن حق بینند اندر روی حور همچو مه در آب از صنع غیور غیرتش بر عاشقی و صادقی است غیرتش بر دیو و بر اسطور نیست دیو اگر عاشق شود همگوی برد جبرئیلی گشت آن دیوی بمرد اسلم و شیطان آنجا شد پدید که یزیدی شد ز فضلش با یزید این سخن پایان ندارد ای گروه هین نگه دارید زان قلعه وجوه هین مبادا که هوستان ره زند که فتیدن در شقاوت تا ابد از خطر پرهیز آمد مفترز بشنوید از من حدیث بی غرض در فرجویی خرد سرتیز به از کمینگاه بلا پرهیز به گر نمی گفت این سخن را آن پدر ور نمی فرمود زان قلعه حذر خود بدان قلعه نمی شد خیلشان خود نمی افتاد آن سو میلشان کان نبود معروف بس مهجور بود از قلا و از مناهج دور بود چون بکرد آن منع دلشان زان مقال در هوس افتاد و در کوی خیال رغبتی زین منع در دلشان برست که بباید سر آن را باز جست کیست که از ممنوع گردد ممتنع چون که الانسان حریص و ما منع نهی بر اهل تقی تبغیض شد نهی بر اهل هوا تحریض شد پس از این یغوی بهی قومن کثیر هم از این یهدی بهی قلبن خبیر کی رمد از نی حمام آشنا بل رمد زان نی حمامات هوا پس بگفتندش که خدمتها کنیم بر سمعنا و اطعناها تنیم رو نگردانیم از فرمان تو
کفر باشد قفلت از احسان تو، لیک استثناء و تسبیح خدا ز اعتماد خود بود از ایشان جدا. ذکر استثناء و هضم ملتوی گفته شد در ابتدای مثنوی. صد کتاب بر هست جز یک باب نیست، صد جهت را قصد جز محراب نیست. این طرق را مخلصی یک خانه است، این هزاران سنبل از یک دانه است. گونه گونه خوردنی ها صد هزار، جمله یک چیز است اندر اعتبار. از یکی چون سیر گشتی تو تمام، سرد شد اندر دلت پنجه تعام. سرد شد اندر دلت پنجه تعام، در مجاعت پس تو احول دیده ای، که یکی را صد هزاران دیده ای. گفته بودیم از سقام آن کنیز، و از طبیبان و قصور فهم نیز. کان طبیبان همچو اسب بی ازار، غافل و بی بهره بودند از سوار. کامشان پر زخم از قرع لگام، سمشان مجروح از تحویل گام. ناشده واقف که نک بر پشت ما، رایز و چستیس استادی نما. نیست سرگردانی ما زین لگام، جز تصریف سوار دوست کام. ما پی گل سوی بستانها شده، گل نموده آن و آن خاری بوده. هیچشان این نی که گویند از خرد، بر گلوی ما که می کوبد لگد. آن طبیبان آنچنان بنده سبب، گشته اند از مکر یزدان محتجب. گر ببندی در ستبلی گاو نر، باز یاوی در مقام گاو خر. از خری باشد تغافل خفتوار، که نجویی تا کیست آن خفیه کار. خود نگفته این مبدل تا کی است، نیست پیدا او مگر افلاکی است. تیر سوی راست پرانیده ای، سوی چپ رفته است تیرت دیده ای. سوی آهویی به صیدی تاختی، خیش را تو صید خوکی ساختی. در پی سودی دویده بهر کبس، نارسیده سود افتاده به حبس. چاه‌ها کنده برای دیگران، خیش را دیده فتاده اندران. در سبب چون بی مرادت کرد رب، پس چرا بدزن نگردی در سبب. بس کسی از مکسبی خاقان شده، دیگری زان مکسبه اوریان شده. بس کس از عقد زنان قارون شده، بس کس از عقد زنان مدیون شده. بس پس سبب گردان چو دم خر بود، تکیه بر وی کم کنی بهتر بود. ور سبب گیری نگیری هم دلیر، که بس آفت هاست پنهانش به زیر. سر استثناست این هضم و حذر، زان که خر را بز نماید این قدر. آن که چشمش بس گرچه گربز است، زهولی اندر دو چشمش خربزه است. چون مقلب حق بود ابصار را، که بگرداند دل و افکار را. چاه را تو خانه‌ای بینی لطیف، دام را تو دانه‌ای بینی ظریف. این تفسطت نیز تقلیب خداست، می نماید که حقیقتها کجاست. آنکه انکار حقایق می کند، جملگی او بر خیالی می تند. او نمی گوید که حسبان خیال، هم خیالی باشد از چشمی به مال.